چند قبل افغانستان موفق شد تا انتخاب پدی اشدان را به حیث نماینده ملل متحد برای آن کشور رد نموده و وی را با کای ایده ایواز نماید. در مورد مجادله و دستاورد حکومت افغانستان با مهمان امروز برنامه ما جناب مایکل شنگ مشاور روابط حکومت در انستیتوت تحلیل و رفع بحران مربوط پانتون جارج میسن صحبت میکنیم که همین لحظه در استودیو با ما تشریف دارن. بسیار خوش آمدین. ابتدا در مورد اهلیت و کفایت آقای ایده شما چی گفته میتونین؟ به طور یقین رئیس جمهور کوزر نقش خود در این نامزدی داشت. نقاط مشخصی در مورد اشدان وجود دارد که در سابقه بسیار قوی در ناتو داشت و در مؤسسات بین‌المللی داشت و نروژیان به طور عمومی تماس کمتر و شمولیت کمتر در مسائل افغانستان دارد و در سریلانکا اونا در مسائل سریلانکا دخیل بودن در سالی که اینجا جریان داشت و بله. چرا برای آقای کرزی انتخاب آقای ایدی بسیار زودتر قابل پذیرش بود و اینا چی اضافه از نماینده قبلی که انتخاب شده بود داره؟ حامد کرزی در مورد یک ذره در چیز نگران بود در مورد از اینکه پری اشدان یک کنترل بسیار قوی در منطقه می داشت و احتمالا یک بعضی از قدرت ها و خود ارادیت افغانستان مورد سوال قرار می داد و مشکلات و اختلافات در مورد وجود داشت که پری اشدان از انگلستان و نروژیان زیادتر علاقمند هستند که در افغانستان نقش سهولت به وجود بیارن و پری اشدان یک مثال بسیار خوب برای چیزی که برای افغانستان باید می بود برای کرزی نداشت. به نظر شما آقای ایده به کدام زمان خاطر است که تاثیرات حکومت های بین المللی در افغانستان طوری بیشتر بسازه که افغانستان مردم افغانستان رو لمس بکنن؟ من فکر میکنم این مربوط به توانایی ایدی بر که یک تماس بسیار درست ارتباط درست بین کمک‌کننده بین المللی و محلی و افغانستان وجود بیاره و تغییرات را باید در سه قسمت در سه موضوع عمده سه پایه عمده امنیت اقتصاد و بازسازی و مسائل نظامی وجود بیاره. اگر بتواند به طور همزمان بتواند این تغییرات در ساحه وجود بیاره و تنها و اگر بتواند تنها در ساحه امنیت امکانات وجود بیاید و پیشرفت وجود بیاید و در بخش بازسازی و اقتصاد امکانات وجود نیاید آنقدر موثر نخواهد بود و باید تلاش کنه که هر سه پایه اصلی استراتژیک باید روی پیش ببره. گفته میشه که فشارهای تازه بر حکومت افغانستان آغاز یافته تا نقش بیشتری را در تنظیم تمام کمک های جامعه بین المللی بازی بکنه. از طرف فکر میشه که افغانستان حکومت کابل پلان وسیع در زمینه نداره. شما به کدام حق اولویت میتین؟ یا هر دو رو میخواین توصیه بکنین؟ به طور یقین فکر باید که هر دو نقطه در نظر گرفته شه. بازسازی افغانستان و کرزی باید نقش بسیار مهم داشته باشه و مداخله و شمولیت مداخله گری غرب در افغانستان باید بعضی از این قدرت های بیرونی رو که در افغانستان وجود داره باید کاهش داده. بله، چیزی که من بخواستم از شما پرسان بکنم تأثیر این مجادله آقای کرزی سر روابط افغانستان با ملل متحد و تأثیر روابط متقابل ملل متحد بر کمک های افغانستان؟ به طور یقین ولایت های که در اون مواد مخدر تولید میشه به حد کاهش یافته و در تولید به صورت عمومی در سال 2007 بالا رفته. پروگرام امهای مواد مخدر در افغانستان چندان موفق نبوده. بسیار زیاد تشکر از تشریف آوری شما آقای شنگ به صدای آمریکا. Thank you very much.